رابطه بین مغز و دستگاه عصبی محیطی هست. خب بچه ها اعمال نخاع چیا هستن؟ اتصال مغز به دستگاه عصبی محیطی. اعمال نخاع اتصال مغز به دستگاه عصبی محیطی. مسیر عبور پیام های حسی از اندام های بدن به مغز. ببینید از اندام های بدن هر اطلاعاتی بیاد بخواد بره به سمت مغز باید از نخاع عبور کنه. ارسال پیام از اندام ها به مغز. ببینید یه اندامی هست، حالا هرچی، اول میاد از دستگاه عصبی محیطی توسط نخاع میرسه به مغز. پس نخاع رابطی است بین اندام ها و مغز، مرکز برخی انعکاس ها. خب برخی انعکاس های دیگه هم مرکزشون در مغز هست. بچه ها ما یک در مورد عصب نخاعی، خب این اعصابی که اینجا مشاهده کردید، ببینید این اعصاب، بذارید من زوم کنم، شما در این اعصاب، این اعصاب، هر کدوم از این اعصاب رو من الان براتون بررسی خواهم کرد که هر کدوم از این اعصاب در واقع چه ویژگی هایی دارن و چه بخش هایی دارن. خب بچه ها میرسیم به بحث اعصاب نخاعی. اعصاب نخاعی بچه ها همونطوری که دیدید، اگر حالا فرض کنیم که این یک نخاع باشه، این مقطع عرضی از برش نخاع، یک ریشه پشتی داریم ما، یه ریشه شکمی داریم ما. اوکی؟ یه ریشه پشتی، یه ریشه شکمی. پس در مجموع ما دو تا ریشه خواهیم داشت. هر عصب نخاعی دو تا ریشه داره، یه ریشه پشتی، ریشه شکمی. بچه‌ها قطر نخاع در ناحیه گردن و کمر بیشتر از قسمت‌های سینه‌ای نخاع هست. این نکته مهمیه. وقتی قطرش بیشتره پس تعداد نورون‌هاش هم در این قسمت بیشتره. خب عرض کنم که بچه ها ریشه پشتی، خب اینا اشتباه تایپیه، فقط اطلاعات حسی رو به نخاع میاره. ریشه پشتی اطلاعات حسی رو میاره به سمت نخاع. ریشه شکمی فقط اطلاعات، بگید، حرکتی رو از نخاع خارج میکنه به سمت اندام های حرکتی. یک بار دیگه خدمتون بگم بچه ها، یک ریشه پشتی از اندام های حسی اطلاعات حسی را به نخاع می آورد و یک ریشه شکمی اطلاعات حرکتی را به اندام های حرکتی ارسال می کند. خب بچه ها در محل عصب نخاعی دندریت های نورون حسی و آکسون های نورون حرکتی وجود دارد. ببینید ما در یک عصب هم قسمت هایی داریم که اطلاعات حسی رو میاره، هم قسمت هایی داریم که اطلاعات حرکتی رو میبره به سمت اندام ها. خب بچه ها درون کانال مرکزی نخاع رو مایع مغزی نخاعی پر کرده و در همه بطن های مغز و مجاری دستگاه عصبی مرکزی وجود داره. این قسمت رو میگه، ببینید اینجا رو، اینجا مایع مغزی نخاعی وجود داره. خب بچه ها مایع سفید نخاع، ماده سفید نخاع، عذرخواهی میکنم، ماده سفید نخاع اون قسمت هایی است که دارای میلین هست. اجتماع رشته های میلین دار، آکسون و دندریت های میلین دار، یعنی هرچه میلین هست در این ماده سفید قرار گرفته. اما انعکاس پاسخ ناگهانی و غیر ارادی عضلات به محرک هاست. بچه ها اینجا برای شما مشخص نکرده که کدوم عضلات، یعنی هر عضلی میتونه باشه. مخطط اسکلتی صاف. خب بچه ها مرکز اغلب انعکاس بدن مثل بر و سرفه و عدسه، بصل و نخاع هست که از قسمت های مغز محسوب میشه. برخی از انعکاس ها در نخاع صورت میگیرد، اما عوامل حفاظت کننده مغز و نخاع استخوان های جمجمه و ستون مهره ها. استخوان جمجمه از مغز حفاظت میکنه، حفاظتش مکانیکی و فیزیکیه. ستون مهره ها هم از در واقع نخاع حفاظت میکنن. پرده سلایه بافت پیوندی مننج، سد خونی مغزی و مایع مغزی نخاعی، این چهارتا از عوامل حفاظت کننده مغز و نخاع محسوب میشن. خب بچه ها
دستگاه عصبی محیطی گفتیم که دستگاهیست خب از دستگاه عصبی که مغز و نخاع را به بخش‌های دیگر بدن مانند اندام‌های حسی و ماهیچه‌ها و غدد متصل می‌کند.